در زبان فارسی و انگلیسی اسم ها مؤنث یا مذکر ندارند برای مثال کتاب یک کتاب به انگلیسی میشه ا بوک یا the بوک ولی در زبان فرانسی فرانسه از اونجایی که کتاب مذکر هست یک کتاب میشه un livre یا د بوک میشه لو livre به همین ترتیب برای کلمه خانه که به فارسی یک خانه و به زبان انگلیسی the house یا a house هست به زبان فرانسه چون خانه معنیست در نظر گرفته میشه میشه این مزون یعنی یک خانه یا لا مزون بهترین راه برای یاد گرفتن اینکه چه اسامی معنیس یا مذکر هستند اینه که با خواندن متنهای مختلف و گوش دادن به اودیوهای مختلف به مرور زبان یاد بگیریم که حرف اضافه که قبل از اسما قرار میگیره لو یا لا، این یا ا هست با این وجود برای اینکه تشخیص بدیم اسمی مذکر و یا مؤنث هست قوانینی هم وجود داره که این قوانین رو در ادامه توضیح خواهم داد <مشی> طول ما که فینیس پر ایون ای او ان سون فمینا تمام اسمهایی که به ایون یعنی ای n la population de la france est 67 millions j'aime y était français de half million tous les mots qui finissent avec sion s s i o n برای مثال سیون تمام اسم هایی که به سیون S S I -E O N خاتم می شوند. لاسیون افینی یعنی که جلسه تمام شده. les mots qui se terminent par u r i, comme la nature, la future, la culture. تمام اسمایی که به u r i ختم می شوند مانند طبیعت، آینده و فرهنگ. Par exemple, j'aime la culture iranienne. یعنی که من فرهنگ ایرانی را دوست دارم. همه طور که متوجه میشین کلتور چون مهنس هست صفتی که بعدش اومده که ایرانی هست نگفتیم ایرانیان گفتیم ایرانیان تحت تاثیر م... اسم قرار گرفته لمو فینیس اوک او ای او Comme la voix, la foi, la joie. Essayons que O I O I E va O I X. Qu'attentivement. Par exemple, la voix, il y La foi, il y La joie, il y la dernière fois. Yani In a une barre à charest. همینطور که متوجه میشین فوا که یعنی بار یا دفعه معنیس هست به خاطر همین هم صفتی که قبلش قرار گرفته که دغنیغ هست تحت تأثیر قرار گرفته اگر که کلمه بعد از دغنیغ مذکر بود میگفتیم دغنیه اون ای آخرش رو نمیذاشتیم اینی که چه موقع صفت قبل اس قرار میگیره و چه موقع صفت بعد از اس قرار میگیره تو زبان فرانسه رو هم بعدها توضیح خواهیم داد لمو که فینیس اوک او ت ت او کم کلماتی که به او ت ت خط ختم می شوند مثل بوت یعنی فرقون لمو که ترمین پر ای ال ال ا کم لفمی لفی کلماتی که به ای ال ال ا ختم می شوند مثل لفمی یعنی خانواده لفی یعنی دختر جدوغ مفمی یعنی که من عاشق خانواده هم هستم همونطور که متوجه میشین قبل از فمی که یعنی خانواده ما نوشتیم چون که فمی مهنس هست لامو که فنیس پر ای اس اس ای کم کلماتی که به او اس اس ای ختم می شوند مثل جوستس یعنی ادالت لیمو که بر ته کم لالی لیبرته، لسولی کلماتی که به ت ختم می شوند مثل لالی لیبرته یعنی آزادی و لسولی سولیداریته یعنی اتحاد تا اینجا کلماتی که مؤنث هستند رو توضیح دادیم از اینجا به بعد کلماتی که مذکر هستند رو توضیح خواهیم داد. Le jour de la semaine par exemple le lundi, le samedi روزهای هفته برای مثال لو لاندی یعنی دوشنبه، لو سامدی یعنی شنبه le mois comme le février En mois, par exemple, le mois février. Les saisons, comme le printemps. face' fois, comme le Les langues, comme le français, le chinois. Les langues, des Zabon français, Zabon chinois. Les mots qui finissent en IER, comme le tablier. کلماتی که به ای او ختم خط می شوند مثل تبلیه یعنی پیشبند لمو که فینیس بر ای اس ام کم لو مکانیسم لو کلماتی که به ایسم اسم خط می شوند ای اس ام مثل مکانیزم یا اوتیزم که اوتیزم به انگلیسی است به فارسی هم همون اوتیسم فکر کنم گفته بشه اوتیسم یک نوع بیماری روحی هست لما که فینیس بر تور ت کلماتی که به تور ختم میشند مثل لیموتور یعنی موتور ماشین لترکتور که همون ترکتور هست و لاغدیناتور که هنی یا رایانه لما که فنیس بر اج کم لپستاج کلماتی که به اج ختم میشند مثل پست. لما که فنیس بر ال ال کم لجورنال ا انیمال لو فستیوال کلماتی که به ال یا ا ال ختم می شوند مثل روزنامه حیوان و فستیوال لمو که فینیس پر اوار او ار کم لو کلماتی که به اوار ختم می شوند مثل میغوار یعنی آینه Les mots qui finissent par on, o n, comme le patron. mots qui on, o n, comme le patron, cest à Les mots qui finissent par eur, e i r, s'y correspondent à une personne, c'est masculin, comme un acteur, le chanteur. le کلماتی که به اغ یا ای ای اغ خط میشن اگر که به یک شخص اشاره داشته باشن مذکر به حساب میان مثل اکتر اکتر یعنی یک اکتور به انگلیسی میشه یک هنر پیشه شانتر لو شانتر یعنی خواننده لو وندوغ. یعنی فروشنده همینطور که میبینید اینا به یک شخص اشاره دارن به خاطر همین در این موقع کلماتی که به او خط میشند مذکر به حساب میان لما که فنیس با پرسون سه فمینان کلماتی که به اغ خط میشن اگر که به یک شخص اشاره نداشته باشند اون موقع معنیس به حساب میان مثل لپر یعنی ترس و لشلغ یعنی گرما امیدوارم که این ویدیو در بهتر کردن زبان فرانسه شما مفید بوده باشه اگر که پیشنهاد یا انتقادی دارید در قسمت کامنت عنوان بفرمایید با تشکر